دوستان عزیزم سلام، این 109مین لایویه که من دارم. امشب هم با یکی از دوستان خوبمون از ایران صحبت داریم. تا اینکه تمام دوستانمون بیان و در لایو جمع بشن، یکی از دکلمه های زیبای جناب آقای شاملو با شعر زیبایی از جناب استاد رافی رو میذارم که گوش بکنیم. سلام، درود بر شما. پروژه داستان نویسی هزار یک شب، گروه معرفی استادان و هنرمندان تقدیم می‌کند. پروژه از استاد علیرضا متخلص به علی پوروافی. قربونه شما، خیلی ممنونم، مرسی. یا به حرف دل خویش اعتماد کنیم، به اعتماد دل اعتماد شاد کنیم. کلام خیش به صدق و صفا بیاراییم، دوباره از گل و عشق و ترانیات کنیم. یقین که بدتر از این میزند فلک ما را، چنانچه با ملک آشتی عنات کنیم. ز ابر حادثه کمرنگ گشت نور صفا، یا که شعله الطاف را زیاد کنیم. به خون کشید اگر تیغ ظلم بیکر عدل، یا به بی کسی عدل و داد داد کنیم. من تو ما شدنی هست از جفا مهراس، میان کن که دیگر با جفا جهاد کنیم. به اصل و فرع محبت به دین همدردی، رساله‌ای بنویسیم و اجتهاد کنیم. نماز عشق قیام و قعود می طلبد، بیا که در دل محراب جان نماد کنیم. گل مراد به باغ وصال می روید، یا زمین و زمان را گل مراد کنیم. یا بیا که به فتوای وافی عاشق عاشق خب به وافی عاشق به شهر خلوت مستی هر آنچه باد کنیم. سروده ای از استاد علی پوروافی، کاری از پروژه داستان نویسی هزار یک شب، صدا و میکس علیرضا شاملو. سازمان لاودار سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجهیز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت می‌کند.
لو در سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 6 سالی که در شهر کلگری در کانادا در حال فعالیت است. ما در این مدت برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی متعددی را ارائه دادیم. از آن جمله نقاشی‌های دیواری در سراسر شهر بوده، کارهای هنری دست جمعی به همراه خانواده‌ها بوده، برنامه‌های آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزشی یوتیوب 1001 شب. تا به امروز ما خدمات این سازمان رو به افرادی که بیشترین بهره را از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم. حالا هم با پروژه داستان نویسی 1001 شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب هم مهمان عزیزی داریم، جناب آقای تبریزی، که من منتظر هستم ایشون تشریف بیارن که لایومون رو شروع بکنیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، من یکبار تبریزی هستم، متولد 1/64، ساکن تهران ایران، دارای معلولیت 4 تا کتاب دارم به اسم نقطه تصویر من آقای صافه. بله تصویرتون صافه، فقط یه خورده بعد دوربینتون ببینید و که تصویرتون کامل باشه. خب جناب تبریزی، من سوال هم میکنم، چی شد که کار هنری رو شروع کردی؟ کار هنری من بخواد اینکه یه زمانی بود انگیزه نداشتم، بعدش رفتم تو کار هنری. از سال 80 تئاتر و نقاشی و خط و به خاطر اینکه روحیه بگیرم، تو معتقدم هنر به آدم روحیه میده، انگیزه میده. به خاطر این آفرین به شما، آفرین به شما. واقعا هنر تأثیر خوبی توی روحیات شما داشته. بله 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 بله. یعنی یه زمانی شد من خیلی افسرده شدم، کلاس هنری که رفتم خیلی بهتر شد، یعنی استاد زندگیمو از روزی که کار هنری کردم زدم. آفرین به شما، آفرین به شما. علی اکبر تبریزی فینی، چه تعداد اثر هنری برای خودت گذاشتی؟ چند تا کتاب و با چه موضوعاتی؟ من یکی 4 تا کتاب دارم، 2 تا مشترک دارم. باری چند تا؟ نقطه امید، سر رو به باد که مجموعه شعر، راز گل سرخ، خزانه سرایی. باری کلا. ببینم تو ترانه سرایی، ترانه هایی که گفتی به کسی از این خواننده ها هم دادی ترانهات رو خوندن؟ شعراتی خودم آقای بهار یه خواننده پیدا میشه پیدا نمیشه، یعنی من تا من پیش هرکی رفتم گفتن که بعد پیدا میکنی ولی پیدا نشده. خب حالا شما ترانه هایی که میسرایی برای من بفرست، من از طریق این دوستانی که اینجا داریم میفرستم ببینم این طرف آبیا کسی این ترانه ها رو اگر که مورد پسندش باشه حتما من ترانه های شما رو بهشون بالاخره توصیه میکنم که حتما قبول بکنن. کارتون اگر که واقعا مورد قبول باشه قبول میکنم. ممنون. تو پیجم هست، همه کارام تو پیجم هست، چیزم پیجم هستش. و شما پیجتون الان
کجا آزاده. تو اینستاگرام هستید فقط؟ کجاها پیج دارید شما؟ فیسبوک هم هستم تو فیسبوک و تو اینستاگرام؟ بله تو فیسبوک و اینستاگرام. احسن به شما. آقای تبریزی میشه خواهش کنم یه خود دوربینتون این ورتر بزنید صورتتون کامل معلوم بشه؟ الان خوبه آقا؟ یه خورده دیگه بیارید اون طرف خوب بهتر. آره الان خوبه، الان خیلی عالیش، خیلی خوب. خب آقای تبریزی بفرمایید که کلن دیدگاه شما نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ هنر و خلاقیت رو چطور میبینید؟ هنر و خلاقیت یه چیزیه که خوراک روح و روانه. تو هنر و خلاق هنر نباشه آدم خلاق نمیشه، انگیزه نمیگیره به نظر من. آفرین به شما. بعد تو راستای همین کارهایی که تا امروز کردید شما آیا با هنرمنده دیگه هم همکاری داشتین؟ صدا با هنرمنده دیگه هم همکاری زنگ. داشتین شما؟ زنگ میخوره کوچه، زنگ میخوره کوچه. بفرمایید من صدا دارم. عرض کردم خدمت شما آیا با تو هنرمنده دیگه هم همکاری داشتین؟ نمیدونم صدا رو قطعه، صدای من نمیرسه بهتون الان آقای تبریزی؟ صدای من دارین؟ بفرمایید. الان میگم که الو میگم که شما با هنرمندای دیگه هم فعالیت همکاری داشتین؟ هنرمند دیگه کار مشترک داشتم باشم. کار مشترک داشتیم که کتاب با هم چاپ کردیم. بله بله. چند تا کتاب چاپ کردیم؟ من کلا مشترکم دو تا فعلا، یه دونه هم که با معلولین که در حال جمع‌آوریه. در حال جمع‌آوری. اسم این کتاب ها چیه؟ اسم این کتاب ها یکیش مشترک همون میگی آقای بهار؟ بله بله، کتاب های مشترکتون. بازباران که بازباران. از انتشاراتی سفت و سعد بوده. بعدش فاصله ها، همین. آفرین به شما. آقای تبریزی چه کسایی بیشترین تأثیر رو در شروع و دوام کار شما تا امروز داشتن؟ من اولین که از کسایی که باعث شدن که من تو این وضعیت، یعنی تو این موقعیت یعنی به عنوان یه دونه نویسنده و شاعر خودمونشون بدم تشکر میکنم. یکی این که انتشارات یا خیلی بهم کمک کردن، پیشکش پرتام خانم آرام شهرنواز، خانم رضایی، خانم مینا تقی‌پور رو که به مادرم اینا به من انگیزه دارن. و از انتشاراتی همه انتشاراتی ها که به من کمک کردن که من به اینجا برسم کمال تشکر قطعی رو دارم. آفرین به شما. آفرین به شما. خدمت شما عرض کنم که آقای اکبری اگر شما میتونستی، آقای تبریزی ببخشید، اگر شما میتونستی و یک قدرت و توانایی داشتی چه چیزی رو راجع به خودت عوض میکردی؟ آقای بهاب یه چیزی بگم،
این بفرمایید. اگه قدرت و توانایی داشتم دید مردم رو نسبت به معلولین تغییر میدادم، انشاءالله. چون که فکر میکنم که معلولین ما تو ایران خیلی اونجوری که باید زندگی میکنن، ولی اونجوری که باید رسیدگی بهشون نمیشه. من اگه قدرت چیزی داشتم یکی دید مردم رو تغییر میدادم نسبت به معلولین، که ترحم بهشون ترحم نشه، بهشون انکار داده بشه. بعد قدرت داشتم فقط برای معلولین کار میکردم دیگه. احسنت شما، احسنت شما، احسنت شما. شما کاراتون رو توی پیج یا فضای آنلاین هم قرار میدین؟ بله. پس من خواهش میکنم که اونها رو هم نام ببرید که دوستان بدونن، که باز مجددن که اگر آثار شما رو اول بخوام حرفم گفتم بکنید. یکی تو اینستا، یکی که تو همین پیجی که خدمتتون هستم. احسن به شما. شما صحبتی چیزی خودت داری که راجع به این مطالب تو این لایو بکنی برای بیشتر شناسوندن خودت، بیشتر معرفی خودت؟ بیشتر فقط میخوام که از برنامه‌تون تشکر کنم، بعدش بگم که فقط شما با این برنامه‌تون همسال منو به جامعه میشناسونید. فقط کار بزرگی میکنید. من از شما تشکر میکنید. ما اصلا کاری نمی کنیم. کار بزرگ شما کردی، کار بزرگ شما کردی، ما که کاری نکردیم که. من فقط هدفم اینه که بتونم برای معلول این کاری یه قدمی بردارم. آقای با بسیار عالیه، بسیار عالیه. این که شما خودت داری سعی میکنی به دیگران هم کمک بکنی واقعا درسیه برای کسایی که معلول آقای نیستن. بهاء جانم یه چیزی بگم، بفرمایید. من انقدر چیزم که به دوستام مشاوره میدم، انقدر خالی یعنی فکرم چیز بگم کار فکرم کار میکنم، پشت کاری که دارم پیگیریم خیلی زیاده. آقای با آفرین به شما، باری کردم. یه موقع تسلیم معلولیت نمیشه. احسنت به شما. واقعا این کلماتی که شما میگید برای اونها که معلول نیستن چقدر باید مفهومش بیشتر باشه جناب آقای مدریزی. آقای بهاب، آدم با امید زنده است، باید هدف داشته باشه تو زندگی، باید هدف داشته باشه. من یه دفتر پر هدف دارم. باری کلا. اگه آدم هدف نداشته باشه انسان نیست به نظر من. دقیقا دقیقا جناب آقای انسان با هدفی که زنده است. یه موته 100 مرتبه که میفته بازم دنبال هدفش میره، دنبال دونش میره. ولی ما آدم ما انسان ها چون که سریع نامید میشیم میگیم ولش کن، در صورت که نباید اینجوری باشه. باید آدم پشت کار داشته باشه و برای زندگیش به جنگه، برای هدف که داره به
به جنگ. آفرین به شما، آفرین به شما. من واقعا نمیدونم چطوری این همه توان رو به شما تبریک بگم که همینقدر توان داری، همینقدر امید داری، همینقدر با استعداد هستی و امیدوارم که بیشتر استفاده بکنی. 4 تا کتاب کمه، بیشتر باید بنویسی و انشاءالله با حمایت مردم میریم بالا. انشاءالله، انشاءالله، حتما حتما. من خیلی امیدوارم به این کار که مخصوصا دوستان خوبی که دارید. من خانم ارتش رضایی از همهشون تشکر میکنم، از همه دوستان که تو این چند مدت به من خیلی لطف داشتن و حمایتم کردن. بله بله، خداوند دوستان شما رو براتون نگه داره، شما رو برای دوستان حفظ کنه. همینه، چیزی نمیمونه واسه آدم تو این دنیا به غیر از یه یاد خوب، یه یاد خوش، یه خاطره خوب، و این بزرگترین نعمتی که واسه یه انسان باقی میمونه. آقای بهاب جانم، همه چی از فکر آدم شروع میشه. اگه فکر آدم مثبت باشه، هدف من باشه، چی میشه؟ زندگیش بله. گلستان. کاری هم به محدودیت ندارم، نداره اصلا، این کاری به محدودیت نیست، ندارم اصلا. نه خیلی نداری. الان من دفعه قبلم با خانم حمیده صحبت کردم، ایشون هم معلول هستن، چند تا کتاب دارن و خیلی خیلی اصلا من اثرشون رو که میخونم، نوشته هاشون رو میخونم، اصلا هیچ ارتباطی به معلولیت نداره. من متوجه نمیشم معلولیت یه چیزی بگم آقای بهاب، آدم که هرچی تو محدودیت بیفته به نظر من موفق تره. دلیل بله. دارم آقا آقای بهاب جانم، دلیل دارم که بله. این حرفو میزنم، دلیل دارم، چون بله. آدم بیشتر تلاش میکنه، مثل ماهی که تو خشکی میفته، میخوادش به یه جایی برسه، آخرش هم میفته تو آب، میره پی زندگیش. قضیه ما هم اینه. خیلی دوستان براتون نوشتن، نمیدونم میخونید اونجا یا نه، خیلی براتون نوشتن. نه من خیلی... کامنت ها رو نمیخونم. آره کامنت ها، خیلی دوستانی که الان هستن تو لایف نوشتن و قدردانی کردن از شما، چقدرم که خوشحال هستن. همه میبینن که یه هنرمندی با این طرز فکر الان نشسته و داره حرفایی رو میزنه که خیلی دوست دارم بزنن اما جرأتش رو نمیکنن بزنن. جناب آقای تبریزی عزیز، من صحبتی ندارم، آخرین سوالم اینه که نظرتون نسبت به برنامه ها و فعالیت های ما چیه؟ برنامه شما که خیلی عالیه آقای بهاب، چون یه خیلی کار بزرگی دارید میکنید، مخصوصا اون پروژه 1001 شب، اشاره که اسم من سطح اوله، مطمئنم اینشالله با امید خدا اعتقاد شما اصلا بالاست آقای بهاب. چرا که نباشه، چرا که نباشه، اعتماد به نفست باید هم بالا باشه. دوستانی الان تو لایو هستن که من کاراشون رو دیدم، حرفاشون رو شنیدم. بله جناب آقای عادل خان میفرماین که عادل جان بعد بیشون بتونن صحبت رو جلد کتاباشون رو بخونن، یه دفعه دیگه نام کتاباتون رو بگین دوستان دوست دارن که بدونن. نام کتابام نقطه امید، راز گل سرخ، خزانه طلایی، سر به رو به باد. همین. مشترکام هم بگم آقای بابا جونم، بگید اونا هم
مشترکام فاصله ها باز باران فعلا. باز باران. دوستانتون هم خیلی ازتون تشکر میکنند. خانم ارتش رضایی هم گفتن که تو من بهترینی، به شما گفتن که بهترینی، من برای تو خوندم. من قدردانی میکنم از بازم از پیش کسفر خودم قدردانی میکنم اشاره که هرچی لایقشن لایقش هستن بهشون برسن. ایشون نوشتن هم... تا دریا راهی نیستم در حال چاپه. بله انتشاراتی روحام اندیشه داره چاپ میکنه برای معلولین این کتاب. بله خب خیلی ممنونم از لطفتون که وقت دادید این لایو رو با هم دیگه گذروندیم. باز من بازم به شما میگم که صحبت دیده در خدمتون هستم، اگر نه که خدافظی کنیم از دوستان و لایو رو ببندیم. بازم از اون تشکر میکنم، برنامه خوبی یعنی هم که افرادی که مثل من نو قلم، من که نو قلم نیستم، من از سال 80 فعالیت دارم، ولی افرادی که نو قلم مثل من مدتش میکنیم خیلی ممنونم. آفرین به شما، ممنونم از اینکه وقت دادید و تشریف آوردید تو لایو و این مسابقه قشنگ رو با شما داشتیم. امیدوارم که دیگر دوستان هم از این مصاحبه لذت برده باشن. همتون رو خدای بزرگ می‌سپارم تا روز پنجشنبه که لایو دیگه داریم. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.